حکایت آن شخص که از ترس خیشتن را در خانه ای انداخت، رخها زرد چون زعفران، لبها کبود چون نیل، دست لرزان چون برگ درخت. خداوند خانه پرسید کی خیر است؟ چه واقعه است؟ گفت بیرون خر میگیرند. به سخره گفت مبارک خر میگیرند، تو خر نیستی، چه میترسی؟ گفت خر به جد میگیرند، تمییز برخواسته است، امروز ترسم کی مرا خر گیرند. آن یکی در خانه ای در میگریخت، زرد رو و لب کبود و رنگ ریخت. صاحب خانه بگفتش خیر هست؟ که همی لرزد تو را چون پیر دست. واقعه چون است؟ چون بگریختی؟ رنگ رخساره چنین چون ریختی؟ گفت بهر سخره شاه هرون، خر همی گیرند امروز از برون. گفت می گیرند کو خر جان ام، چون نی خر رو تو را زین چیست غم. گفت بس جدند و گرم اندر گرفت، گر خرم گیرند هم نبود شگفت. بهر خرگیری برآوردند دست، جد جد تمییز هم برخواست است. چون که بی تمییزیان من سرورند، صاحب خر را به جای خر برند. نیز شاه شهر ما بیهودگیر، هست تمییزش سمیع است و بصیر. آدمی باش و ز خرگیران مترس، خر نه ای ایسی دوران مترس. چرخ چارم همز نور تو پر است، هاش و لله که مقامت آخر است. تو ز چرخ و اختران هم برتری، گرچه بهر مصلحت در آخری. میر آخر دیگر و خر دیگر است، نه هر آن که اندر آخر شد خر است. چه در افتادیم در دنبال خر، از گلستان گوی و از گلهای تر. از انار و از ترنج و شاخ سیب، و از شراب و شاهدان بی حسیب. یا از آن دریا که موجش گوهر است، گوهرش گوینده و بیناور است. یا از آن مرغان که گلچین می کنند، بیزه ها زرین و سیمین می کنند. یا از آن بازان که کپکان پرورند، هم نگون اشکم هم استان می پرند. نردبان هاییست پنهان در جهان، پایه پایه تا انان آسمان. هر گره را نردبانی دیگر است، هر روش را آسمانی دیگر است. هر یکی از حال دیگر بی خبر، ملک با پهناب و بی پایان و سر. این دران حیران که او از چیز خش، وان در این خیره که حیرت چیستش. صحن ارض الله واسع آمده، هر درختی ار زمینی سر زده. صحن ارض الله واسع آمده، هر درختی از زمینی سر زده. بر درختان شکرگویان برگ و شاخ، که زهی ملک و زهی عرصه فراخ. بلبلان گرد شکوفه پرگره، که از آن چه میخوری ما را بده. این سخن پایان ندارد، کن رجوع سوی آن روباه و شیر و سقم و جوع.